سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین. هر جایی که هستین تشکر از کسایی که لایک کردن، سابسکرایب کردن و امروز در خدمت شما هستم با دختی یک پیرانی کمرچین که لباس های افغانی محلی زیادیشان هم تو کمرچین است. یخنایشان که انگوره است و چینیشان فقط فرق میکنه پلیتی است یا چینی ماشینی است. زیاد سایسی دقیق نداره، کلان است و به این شکل لپشتشان یک کمربند داره. و اگر تا آخر ویدیو رو تماشا کنین، امروز براتان یاد میتونم که چه قسم یک پیرهن کمرچین بدوزیم. ببینین، ما تیکه رو به این شکل لوار کردیم. ما اول آستینایش رو میکشون، به خاطر که تیکه لباش دیدین خامکی است، لبه داره و اول ما آستینش رو میکشون. هر چقدر که مان بازدگیش دامن میگیرم، به خاطر 3 متر است و پیرن کمرچین باید کمرش کلان بیایه. ما اول همی آستین چه میکشم، باز هر چی که مانده به اون طرف دامن میگیرم. ببینین، امو ارچقه که مانده تیکه رو همین شکل دولا آوار میکنم. دو قاد است همی همی لبای تیکه که ایتو خامکی است، لبایش دامن میشه، خاطر که از لبایش معلومه که باید در پایین دامن بیایه. من از اینجا قدی دامن رو میگیرم و از همی 3 متر آستین گرفتم، دیگه ارچقه که مانده او طرف دامن میگیرم. ببینین، امیتو صاف ساده است دامنش، فقط قد دامن، عرض دامن هم 4 گوش قیچی میشه و یه هم پشتش هسته، پشتش درزدار میگیرم بخاطر که امیتی که از بالایش برآمد، دیگه پشت درزدار میگیرم. و اگه پشت زنجیرک بزنین یا آواز بانین دوگمه بشنین نرقم بکنین میشه. خب من بسته میگیرم، پشت درزدار هست، خب بسته میگیرم. اول پشت میکشم، باز پشت در روی پیش میمونم و پیش میکشم. ببینین قد بالتان را همیشه 38 37 38 تا 40، از 40 زیاد نگیرین، زیاد دراز خوب نمیایه و زیاد کوتاهش هم خوب نمیایه پیرانای افغانی. اما بین 38 37 40 خوب است. ببینین، از اینجا سرشانش میگیرم، از اینجا القاستین شه میگیرم و از اینجا زیر بغل شه و کمرش صاف قیچی میکنم. باز کمرش 5 میتون ببینین، و یک کماری یک دو سان ما درزی پشت اضافه گرفتیم. اگه ببینین اون 3 سان دوم در سرشانه شه زدون، ما درزی پشت یک دو سان یا یک و نیم سان داری اضافه گرفتیم. و پیشش این تو دولای بسته است. پیش ببینین، من اینجا دولای بسته این تیکه رو آور میکنم و پشت دروش میمانم قیچی میکنم و یه هم تیکش کتان است. ببینین، من این پایین افتادگی استاد نشود زیاد. از این بغلا ببینین، من اینجا زده این میگراف هایشن که یک کموری تو گل رقم باشه که وقتی پشته شود از این بغلا زیادی تو افتاده استاد نشود. یه خنیش هم کنگوره است، ما عرضش 8 سان گرفتیم و چخوریش هم 14 یا 15 سوم میگیرم. باز دل خودتان هست، اگر بخواین کلان قیچی کنین یا خنچه کلان میتونین قیچی کنین، یا از یک خانم کلان است، ما نمیخوایم زیاد کلان شود. و اینجا یک ذره دراز بود، نفس کمی کوتاه میکنم، بالا تنش دراز بود و هرچقدر خودتان بخواین یک خنچه هم میتونین بکنین.
اینجا ما فایفاش میگیریم، درازی فایفا را 12 سان میگیریم، 12 سان بزنیم شد 12 سان میگیریم و یک نگینک ها دارن، نگینک ها شبیه میکنم که زیر درز نشه و زیر سوزن 12 سان درازی فایفا را 12 سان میگیریم و این موبین بالتنه همی پیش همی 11 یا 12 سان بگیرین. البته از این سایز اگر سایز رو فرق کنه و این اندازه هاش هم فرق کنه. اینجا ما یخنیش هم میدازم و یه اتکه کتان است خود زیاد نمی لخشه و سوزن زدیم و شما یا سوزن بزنین یا که با نخ و سوزن کوک بیندازین، به خصوص اگه تیکایی که زیاد میلخشه حتما با نخ سوزن کوک بیندازین، کارتان خوب تمیز میایه، پاک صفا میایه. ببینید ما کمربنداشه یک در روی پیش میدازم یک 5 سان بالاتر از درز، یک 5 سان بالاتر از درز من اینجا کمربنده رو میدازم، باز بعد سرایشانش رو میدازم زیرای بغلش. ببینید من سرایشان رو وقتی میدازم یک سان اضافه میمونم از قسمت لب یخن، یک سان اضافه میمونم که از سری پشت وقتی بچسبانم از اینجا گرفته شده و پاک بیه. اینجا من درز بغل دامن رو میدازم، درز بغل شکی دوختم، پایین دامن شقات میکنم، پایین دامن شو برزار قات میکنم به این شکل. همیشه بکنم تکای کتان دامن شو زیاد قات کنیم و اینجا آستین شو میدازم، آستین شو زیاد توضیح دادیم در دیگه ویدیوهایم. و باز میگم آسینه سوست بگیرین یک کمی که امی خودی کارتان خورد نخور آسین یک کموری سوست بانه که زیاد باز خوب استاد نمیشه، همیشه امی خودی کارا کش بگیرین آسین یک کم سوست باشه. اینجا ما کمرش می دوزم، کمرش ما پیش دیستی ما می دوزم اصاصا می دوزم پلید می دوزم. اگر شما نتانستین حتما با دست با نخص و زن کوب بیندازین، چینایش برابر کنین باز بعد با ماشین بدوزین. اگر ما خواهم اینجا خوب می خواهم که چقدر چین می خورن دم دیستیم و اصاصا پلید هایش می دوزم می دوزم. یعنی شما اگر نتانستین کوب بیندازین اول. همینطور که میبینین لباس من دوخته شده و این خوی یک لباس برای خانم های کلان بود و در آینده لباس های مجلسی برای خانم های جوان آموزش خواهم داد و اگر خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید من با خبر شوین. منتظر ویدیوهای جدید من باشین. خداحافظتان تا ویدیوی بعد.